بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما تردیدات قفلی دماغی یا هیدن جوری است نخست از همه توصیه سی را باید مد نظر داشته باشیم اهداف آموزشی درس تردیدات قفلی دماغی که بر شما در طول لکچر توضیح خواهد کردیم پلان درسی ما و شما پلان درس تردیدات قفلی دماغی شامل چندین لکچر میشه و تمام مسائلی که در تردیدات مهم است و یک دکتر باید بدانه به شما تشریح خواهد شد تعریف تردیدات قفلی دماغی تردیدات جلد راس یا اسکالپ، جمجمه، اسکالپ و برین به نام تردیدات قفلی دماغی یا هیدنجری یاد میکنن که مترافق با سپری نمودن زیای شور میباشن تردیدات اسکالپ، اسکالپ و برین در درس های خود ما کوشش کردیم که سلاید داره هم به شکل لسان ملی ما و شما و هم به انگلیسی تیار کنم به خاطر از اینکه اگر شما علاقه داشتین که به انگلیسی هم مطالعه کنین و یا به رفرنس های مراجعه کنین شما آمادگی قبلی داشته باشین یک کارتونی جالب است یا استاد بر شاگرد خود میگه که تو باید حساب یاد داشته باشی به خاطر که میشه که بعض وقت تو موبایل را داشته باشی که او ماشین حساب نداشته باشه به درس ما ارتباطش به درس ما ما شما میفهمیم که تردیدات قفلی دماغی از جمله شایع‌ترین تردیدات است و هر دکتر در طول تبابت خود به او مواجه میشه از این خاطر باید ما شما تردیدات قفلی دماغی را بیاموزیم و در زندگی مسلکی خود وقتی که با مریضی که مروض به تردید شده مواجه میشیم کمک های اولیه را اجرا کرده بتانیم و مریضی که ضرورت داشته باشه او را به مرجع مربوطش ریفر کنیم تقریبا 85% تمام تردیدات هید انجری و اسپاینال کورد انجری تشکیل میده سالانه زیادتر از 4 میلیون نفر مصاب تردید میشن و تردید قفلی دماغی شدید از جمله اسباب مرگ و میر است و زیادترین واقعات مرگ و میر حادثات جراحات ناریه تشکیل میده زیادتر جوان ها مربوط به تردید هستند و خصوصا در سن نوجوانی سن 15 تا 24 سال و همچنان اطفال جدید الولاده و اشخاص پیر هم در واقعات هستند که در معرض خطر قرار دارند از نظر تاریخی ما شما یاد ما هست که در درس اول گفتیم که جراحی اعصاب با هید انجری شروع شد و نشانه مداخله و تخلیه هماتوم در اقوام ما قبل تاریخ موجود است هیپوکرات تردیدات تصنیف کرد و توصیه کرد که کدام واقع ضرورت به عملیات جراحی داره از توصیه های او است که تردیدات قفلی دماغی نه آنقدر وخیم است که از آن ناامید شویم و نه آنقدر جزئی است که نادیده گرفته شود یعنی هر نوع تردید باید که مد نظر ما باشه کوشنگ متوجه شد در جنگ جهانی اول که 60% مرگ بعد از تردیدات انتان سبب میشه و وقتی که این مسئله را جلوگیری کرد در ختم جنگ وفیات از 60% به 29% کاهش پیدا کرد و مسئله مهم که تمام تردیدات قفلی دماغی ایجاب عملیات جراحی نمی کنه تعداد کمش ضرورت به عملیات جراحی داره و مسئله مهم مراقبت جدی است مراقبت جدی
میزان مرگ میره به شکل قابل ملاحظه کاهش میده. و مسئله بسیار زیاد مهم و یک انقلاب را که در طبابت و خصوصا در جریه اعصاب با وجود آورد سیتی اسکن و رواجش ده یا استفادهش ده جریه اعصاب است که با مداخله استکشافی یا اکسپلوراتیف کرانیوتومی یا متد وودپیکر خاتمه پیدا کرد و مریضایی که مشکوک به هماتوم باشه با آسانی تشخیص میشه و ما میتونیم که با اجرای سیتی اسکن تصمیم بگیریم در قسمت اهتمامات برای مریض خود. و در تردیدات قفی دماغی برای سیتی اسکن یک معاینه انتخابی یا معاینه چایس است. پیش از این که به درس خود ادامه بدیم، مهم وقایه است. همیشه ما شما میفهمیم که وقایه مهم است. ما شما پیشتر هم عرض کردیم که تردیدات در اطفال جوانان کمتر از 35 سال علت اصلی مرگ میرست. 70% تردیدات خفی دماغی تشکیل میده. و اگر ما قوانین صحی و ترافیکی را مراعات کنیم مرگ و میر کاهش پیدا میکنه. مثلا مدل کمربند امنیتی دستنای رانندگی، استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل، بهبود وضع امبولانس ها با پرسنل مسلکی، منع خشونت و سوء استفاده خصوصا سوء استفاده از اطفال، رعایت مسائل محافظوی در محل کار و سپورت. اینا چی میکنه؟ تردید کاهش میدم. یک مثال تردیدات که مردم موتورسیکل درایو میکردن قبل از اینکه برنامه هلمت یا کلاه مخصوص رایج شود و بعد از اون رایج شد دیده شد که تعداد وقایع تردید قفی دماغی کاهش پیدا کرده. اسباب تردید قفی دماغی به صورت عموم اسباب تردیدات به دو گروه حادثات ترافیکی و حادثات غیر ترافیکی تقسیم میکنن. به خاطر از اینکه حادثات ترافیکی جزء بزرگ از اسباب تردیدات قفی دماغی می باشند. بعد از حادثات ترافیکی حادثات جنگ، سقوط از ارتفاع، حادثات جنایی، حادثات محل کار، خانه، سپورت و حادثات تفننی می باشند. ما شما همه روزه شاهد عزیزیم که می بینیم که کارگرای ما که کار میکنن در محل کار بدون استفاده از وسایل امنیتی کار میکنن که بسیار خطرناک است و حادثات محل کار، سقوط از ارتفاع، حادثات محل کار نه تنها در ساختمان اینا دیده میشه، همچنان در خانه هم با ملاحظه میرسن. حادثات ترافیکی بیشتر گفتیم که یک جزء عمده و بزرگ اسباب تردیدات تشکیل میده. به انواع مختلف تردیدات قفی دماغی دیده میشه. قبلا در کشورهای غربی حادثات ترافیکی بسیار زیاد بود، اما حال تعداد واقعات ناشی از حادثات ترافیکی در کشورهای پیشرفته کاهش پیدا کرده، به خاطر از اینکه اونا قوانین ترافیکی را مراعات میکنن، کمربند بسته میکنن، از سبقت بی جای خودداری میکنن و در اثنای درایف از خشونت کار نمیگیرن. برخلاف در کشورهای رو با انکشاف و مثل افغانستان حادثات ترافیکی روز به روز زیاد شده میره، به خاطر از اینکه امی فرهنگ استفاده از وسایل هنوز مراعات نمیکنیم. حادثات سپورت یک جزء دیگه از اسباب تردید قفی دماغی. حادثات جنگ خصوصا در کشور ما متاسفانه حادثات انتحار و انفجار بسیار زیاد است و سبب زیاد تردیدات قفی دماغی را تشکیل میده. در طول سالهای جنگ در افغانستان تقریبا زیادتر از 55% اسباب مریضایی که داخل بستر میشن اسبابش تردیدات قفی دماغی تشکیل میداد. حادثات جنایی از نظر میکانیزم تردیدات به تردیدات باز و تردیدات بسته تقسیم میکنن.
تعداد باز و تعداد بسته که در گروپ تعداد بسته حادثات سقوط از ارتفاع، حادثات محل کار، حادثات ترافیکی و حادثات جرات باز، حادثات اصابت مرمی، انفجارات و جرات سرد یا جرات قاطعه را تشکیل میده. آدامز از نظر پاتی فیزیولوژی تعداد خفی دماغی را به تعداد مستقیم یا تعداد ابتدایی یا پرایمری برین انجری یا امپکت دمیش و اختلالات ثانوی یا سیکندری برین انجری یا سیکندری کامپلیکیشن تقسیم کرد. خود تعداد خفی دماغی یک ایونت یک حادثه نیست، یک پروسس است، به خاطر که وقتی که تردید صورت میگیره ما کدام کار بر تردید مستقیم یا امپکت دمیش انجام داده نمیتونیم. هدف منیجمنت تعداد قیفی دماغی کاهش اختلالات ناشی از اختلالات ثانوی یا سکندری کامپلیکیشن می باشه و مسئله مهم در تردیدات ای است که نسج عصبی دماغ نخا ریجنریشن نمی کنه. تردید مستقیم به صورت عموم سبب دو نوع پاتولوژی میشه، یکی تردید موضعی که شامل کورتیکال کانستوژن و لسریشن می باشه که در نایی که مربوط به تردید میشه که به نام کوب و طرف مقابل کانترو کوب یاد میشه و همچنان مسئله هماتوم و لسریشن در جمله تردیدات موضعی یا فوکال می باشه. دیگه تردیدات منتشر است یا دیفیوز وایت متر که از این جمله دیفیوز اکسینال انجریز. سیکندری کامپلیکیشن یا اختلالات ثانوی که گفتیم هدف یا هدف منیجمنت تشکیل میده و هر زمان بعد از تردید رخ دادن میتونم از جمله اختلالات ثانوی یا سیکندری کامپلیکیشن هماتوما، اسکیمی، آزایمای دماغ، بیجان شدن دماغ یا هرنیشن و انتان میباشه و قسمی که پیشتر گفتیم سیکندری کامپلیکیشن یا اختلالات ثانوی قابل وقایه و جلوگیری بوده و هدف اهتمامات یا منیجمنت تشکیل میده. وفیات زیاد در اثر تردیدات قفی دماغی رخ میده، امکان داره در محل حادثه مریض مروض به مرگ شوه و یا ای که 2 ساعت بعد از تردید و تا 3 هفته خطر مرگ مریض تهدید میکنه. قبل از اینکه به درس خود ادامه بدیم، ما شما به هر مریضی که مروض تردید قفی دماغی میشه باید ارزیابی ابتدایی را کنیم و در قدم اول ATLS یا Advanced Trauma Life Support را نظر داشته باشیم و تمام ما شما باید ABC را یاد داشته باشیم که A for Airway، B Breathing و C for Circulation و C Spine می باشن. بعد از او تاریخچه میگیریم، صفحه زیای شور مریض سپری کردن نکده، معاینات فیزیکی میکنیم و در معاینات فیزیکی آلت شوری مریض توسط گلاسکوماسکل تعیین میکنیم. اگر ضرورت داشت برای مریض خود معاینات تشخیصیه خصوصا رادیوگرافی و سیتی اسکن توصیه میکنیم. قسمی که در شروع گفتیم تعداد قفی دماغی، تعداد اسکالپ و برین میباشن با شکل تشریحی یا طبقه به طبقه پیش میریم. تعداد اسکالپ یا جراحات اسکالپ یا جلد راس، ما شما میفهمیم که اسکالپ یک طبقه ضخیم و متحرک است. شدت ضربه را به قف کاهش میده تقریبا 10 الی 20 مرتبه و اشعار یا موهایی که اسکالپ پوشانیده رول محافظوی و همچنان رول عایقه داره. اسکالپ نومنیک اسکین کنکتیو تیشو اپونیروسس لوز آریلر تیشو یا پریکرانیوم یا طبقات اسکالپ می باشن. از اروا بسیار زیاد غنیست، شعبات کاروتید اکسل ایره اروا میکنه، اویش در بین نصف فبروس قرار داره و این سبب از این میشه که
باسونی خونریزی توقف نکنه و حتی سبب خونریزی شدید و شاک نزد مریض شده میتونه. و مسئله مهم دیگه ای است که اوردش با اوی داخل قفی تفاهم داره و اگر که جرحی اسکاب منتن شود امکان داره که انتانه به داخل قف انتشار بده و سبب مننجایتس، مننگنسفالایتس و برین ابسس شده میتونه. از جمله تردیدات اسکلپ که ما شما زیاد با او مواجه میشیم ابریژن یا کنتوژن اسکلپ است، لسریشن است و جدا شدن اسکلپ است و همچنان جراحات منتن است. خراشیدگی جلد راس یا اسکلپ ابریژن یا کنتوژن زیاد مواجه میشیم، زیاد در اثر تردید اسکلپ مروض به خراش یا کنتوژن میشه، بسیار دردناک است و احتمال منتن شدن زیاد است. یکی از جمله علائم تردید است. چی کار میکنیم وقتی که یک مریضی که دیدیم که یک اسکلپ ابریژن داره؟ نوعی انتومیک یا داشت میکنیم، توسط انتیسپتیک پاکش میکنیم یعنی کلین میکنیم و بر مریض خود انتیبیوتیک توصیه میکنیم. در اسکلپ ابریژن یا کنتوژن باید ما تردید دماغ مد نظر داشته باشیم و مریض پرسان کنیم که سفید زیای شور سپری کده یا نکده. اگر سفید زیای شور سپری کده بود باید تحت مراقبت قرار بدیم. تردید شدیدتر جراحات جلد راس یا اسکلپ لسریشن است که در اثر اصابت و تردید با اجسام که کنار تیز داشته باشند تمادی جلد از بین میره و جلد تمزق میکنه، خونریزی شدید همراه می داشته باشه. در این صورت وقتی که ما یک مریضی رو میبینیم که اسکلپ لسریشن داره، کمک های اولیه که انجام میدیم باید که ابتدا مریض بگیم یا اقارب شد که توسط انگشتان خود بالای عظم فشار بده، خونریزی توقف پیدا میکنه. بعد از اون ما یک پانسمان پاک میکنیم و بنداش محکم تثبیت میکنیم و خونریزی توقف میکنه تا که به کمک های اولی سی دسترسی پیدا کنیم. در مرکز سی چی میکنیم؟ ناحیه را با انتیسپتیک پاک میکنیم، وقایع انتان باید مد نظر داشته باشیم، باید دسکش بپوشیم، موی اطراف جرحه را شیو میکنیم، جرحه را پاک میکنیم، انستیزی میدیم، عمق جرحه را با دستکش جذب میکنیم. ما ببینیم که کسر موجود است یا جسم اجنبی یا نی و در صورت امکان رادیوگرافی توصیه میکنیم. گفتیم که مویای ناحیه اطراف ناحیه باید چی شود؟ شیو شود. در صورتی که جرحه متلفق با کسر نباشه، جراحات خرد به یک پلان و جراحات بزرگ به دو پلان ترمیم میشه، کنارهای جرحه ترمیم تطهیر میشه و اندازه و موقعیت آناتومیک جرحه یادداشت میشه. این به خاطر از این که بسیاری وقت حادثات ترافیکی و جنایی را ما مجبور هستیم که مراجع عدلی و قضایی و ترافیکی راپور بدیم. از او خاطر این بسیار زیاد مهم است که ما اندازه و موقعیت جرحه را و همچنان تعداد خیاطایی که ضرورت داشته او را یادداشت کنیم و بعد از اون میبینیم که اگر مریض ضرورت داشت از نظر تردیدات دماغ باید تحت مراقبت قرار بدیم. با تمام مریضای خود انالیزیک توصیه میکنیم، انتیتونیک، انتیبیوتیک و بعد از یک پانسمان انجام دادیم به خاطر از اینکه از خونریزی جلوگیری کنیم و هماتوم نسطح از با الاستیک بنداش تثبیت میکنیم. قسمی که پیشتر گفتیم موهای اطراف جرحه شیف شده، جرحه نزدیک شده و سوچر شده، یعنی کلین اند سوچر و پانسمان شده. یا یک اسکلپ لسریشن است. دیگه تردیداتی که مواجه میشیم هماتوم جلد راست یا اسکلپ هماتوم است. در این صورت تمادی جلد از بین نمیره اما اویه لسریت میشه یا تمزق میکنه و خونریزی در تحت جلد و تحت سفاق صورت میگیره که به نام اسکلپ هماتوم یاد میشه. اگر هماتوم خرد باشه احتمال رشفش موجود است
و منه متومم دردناک می باشه، اگر متوم بزرگ باشه مترافق با خراش جرحه باشه که احتمال منتن شدنش موجود است، باید شق و تخلیه شود. برای مریضای خود انالیزیک، آنتیبیوتیک و تطبیقات سرد توصیه میکنیم، و به خاطر اگر تخلیه کردیم به خاطر که باز تجمع نکنه باید ما توسط الستیک برداشت تثبیت کنیم. هماتوم اسکالپس دیگه مسئله جراحات منتن یا انفکتد اسکالپ ووند است. ما شما میفهمیم روی اسکالپ فوق العاده غنی است و جراحاتش سبب خونریزی زیاد میشن. عموما کسایی که مروض به جراحات اسکالپ میشن بسیار زیاد متعهد میشن و خطا میشن، و شما دیدین که حتمی کسی که یک جرحه کوچک اسکالپ داره تمام سر و صورت و لباسش پر از خون است. مردم خطا میشن خصوصا در اطراف، چی میکنن؟ نظر به اعتقادات مردم و نظر به رسم رواج که هست، شاید شما دیده باشین که در جرحه خاک مندازن، نسوار مندازن، لطه دود میکنن و بعض وقت مواد فضله حیوانی را مندازن در جرحه و یا چونه و گرچ اینا رو مندازن به خاطر از اینکه خونریزی توقف کنن. خونریزی توقف میکنه اما جرحه چی میشه؟ منتن میشه، چون یک محیط مناسب برای چی است؟ انتان است. وقتی که به مرکز سی یا پیش ما شما مریض مراجعه میکنه با یک جرحه منتن و قسمی که پیشتر گفتیم، چون اوی اسکالپ امرای اوی داخل قفی تفاهم داره، سبب از این میشه که انتان انتشار بده به داخل. از این خاطر وقتی که یک مریض با یک جرحه منتن یا انفکتد اسکالپ ووند نزد ما مراجعه میکنه، باید ما جرحه را تطهیر یا دبرایتمنت کنیم، موی اطراف ناحیه را شیف کنیم، با آنتیسپتیک پاک کنیم، بعد از اینکه انستیزی دادیم انساج نکروتیک میبرداریم، در ابتدا خیت گذاری نمی کنیم، پانسمان های متکرر انجام میدیم، آنتیبیوتیک بر مریض خود توصیه میکنیم، و بعد از اون جرحه پاک شد اگه ایجاب میکرد با گذاشتن درین خیت گذاری میکنیم، و اگر نی که خودش کنارهای جرحه پیش میمد و بسته میشد این ضرورت به خیت گذاری نیست. آنتیبیوتیک مناسب توصیه میکنیم و در صورت لزوم کلچر و آنتیبیوتیک لازم بر مریض توصیه میکنیم به خاطر جلوگیری از انتشار انتان به داخل قف. یا یک جرحه منتن است، میبینی که انتان سرازیر شده، و مسئله که داخل با او قابل یادآوری است که اشاره کنیم، جدا شدن اسکالپ مثل یک پارچه تقریبا پوست سر جدا میشن. بسیار حادثاتش نادر است اما دیده میشن. این مریضی که میبینیم یک خانم است که در ماشین ترشر کار میکرده، وقتی که گندم در ماشین به خاطر جدا کردن کاه انداخته مویایش ماشین گرفته بود و تقریبا پوست سر جدا شده. در این صورت ما پانسمان های مرتوب و متکرر انجام میدیم، و وقتی که ناحیه پاک شد باز از متدای جراحی پلاستیک استفاده میکنیم. جراحات اسکالپ در اینجا ختم شد.